توی این ویدیو قراره یک روز به جای لیونل مسی زندگی کنیم. هستی رو نظر مربی تمام تمرین‌ها و تاکتیکایی که ازمون می‌خواد و باید توی ترنینگ انجام بدیم و توی مسابقات هم هر انتظاری که ازمون داره باید مثل لیونل مسی انجام بدیم تا تیم رو به قهرمانی برسونیم و در آخر می‌بینیم که مثل لیونل مسی میتونیم آقای گل فصل بشیم یا نه. آقا لیونل مسی به ما تحویل داده شد اما دقیقاً لب مرزه. اگر که ما یکم خرابکاری بکنیم یا تمرین نکنیم اصلاً رو نمی‌بینید تو ترکیب. قبل بازی اول باید یه سری تمرینات رو انجام بدیم که مربی ازمون خواسته بود تا توی بازی اول رامون بده. اوه آقا لیونل مسی، به به لیونل مسی شدی. آقا لیونل مسی ببین شما این تمرینات باید واسه آسون باشه. اصلا رفتن این تمرینات توی اف سی 24 آقا جذابیت داره واسه شما. چه تمرینی آخه؟ خوب این دور خودمون داریم میچرخیم که ای باریکلا. آخه واسه چی باید لیونل مسی دفاع بکنه؟ من نمیفهمم. کسی که 8 توپ طلا داره واسه چی باید بکنه آخه؟ برو 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 بگی برو کلا لیونل مسی 1000 امتیاز. آمد پاس بدیم الان تازه. اوه برسون گوشه. رفتیم واسه ارسال، پاس رو داخل میزنیم توی دروازه. آقا چه تمرینی آخه؟ واسه چی؟ من نمیفهمم مسی واسه چی دفاع باید بکنه آخه؟ واسه چی باید من دوباره اینو برم؟ آقا یه تمرین دیگه است، باید بلند شیم بریم گل بزنیم. بفرمایید توی دروازه. آقا وایس تو چرا همش؟ چرا باید مسی همش بکنه؟ تو اینجا چی کاره ای په؟ یه برو کنار. مسی برو، مسی برو، مسی شوت. چه گلی بوی نه اینجا باید مسی ساند کنه. خب خوراک مسی ارساله که. آقا اینجا باید ارسال بکنیم. ما خوب بزن برگردون. آقا الان یه ذره ریز بکش. این احمق شوتو بزنه بره توی گل. آقا نکن توپ میاد اینجا، مسی میره ارسال اینجوری میکنه، یه هد میزنه میره توی گل. بابا کاشته خوراک مسی. چی بابا چی داره میگه این سرمربی؟ آقا مسی بزن بره توی گل. بابا گوره بابا سرمربی آفرین. حالا مثلا این خدای بعد گل چه دیگه؟ چه گلی بابا؟ بیا برو بابا، بیا برو. از با درخششمون توی تمرین بهتر امتیاز رو گرفتیم و سرمربی ازمون راضی شد. پس برای بازی اول مسی رو فیکس قرار داد. مسی برای بازی اول یه سری نکات رو به بازیکن‌ها گفت تا بتونیم این بازی رو ببریم. برو بریم بازی شروع می‌کنه. لیونل مسی ببین من فورواردی توی وجودمه. ما ارلینگ هالند تونستم توپ طلا رو بگیرم. بده مسی بره، بده مسی بره، بده مسی. دستنگ نمره 6 داده به من، الان راضی می‌کنم، شما نگران نباش. ای وای بگیرش. بده من، بده بده من بیشور. آقا به خدا گل بخورین تقصیر خودتونه. والا گل بخورین تقصیر خودتونه احمقا. بده برم، بده برم، بده برم. برو کلا. یک پاس زیبا به لیونل مسی، پشت هم داره حرکت میکنه مسی. یه سر توپ اونجا می وقتی پسر سرمربی بیاد به تیم همین میشه دیگه، همین میشه. گل دوم هم خوردیم. آبا سنگ من مگه اوه من که اوور کشید عقب بی پدر. بده من، بده من، بده من. برو کنار، برو کنار. ای وای بیا مسی، مسی بیا اینو بگیر. بده من برم آقا. آبرو کلا، آبرو کلا. لیونل مسی رفت شوت، شوتو میزنه مسی. لای خورد ولی گل نشد. وای برو کنار، برو کنار، برو کنار، برو کنار، برو کنار جلوی من، برو کنار. احمق گلش کنی احمق، احمق گلش کن. بزن کاتو، بده کاتو، بده مسی. لیونل مسی این مقدار کارو خراب کرده بود، نتونسته بود گل بزنه. پس بعد برای نیمه دوم بهتر تلاش میکرد. آقا 57 نمرمون. آقای مسی ریدیم بریم جلو ببینم. نده به من آقا آفساید. آقا نرفتم سراغتون نفهم داور. به دست سگ وایسا. یه دست ببخشید. به دست سگ وایس اینجا. آقا شوخی دارم با تو احمق، با تو هم. آقای مربی من فوروارد نوکم، منو گذاشتی آر اس. آر اس خرکیه. وای 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 به شوت اومد توی دروازه مسی. بارکلا لیونل مسی دروازه حریف رو باز میکنه. برو 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 کلا حالا رونالدو. نمره 7 و 9 را میگیره لیونل مسی. چرا یه جوری هم میدوه مسی انگار؟ چرا کلاشو میده پایین میدو؟ چرا اینجوری میدوه؟ آقا ناکن من چقدر قشنگ جایگیری کردم، این نفهما نمیبینن منو. بده من نگیرش. حاجی خدای پاسوال گل به چود بی پدر می چود احمق گاو. چقدر خنگی تو. شوت مسی نمیبینم. شوت کن مسی، مسی شوت. 82 شد آقا، ازم راضی داره میشه. نخوریم ها خدایی نخوریم، یه گل به زور زدیم. بابا بیار جلو، دقیقه 91 شد احمق باختیم. آقا شما با چه کره خرایی توی تیم هستی؟ به خدا تو با طلا بردید از نون حلالتر باشه واسه گاون واقعا اینا. مسی با بازی که از خودش نشون داد سرمربی کاملا از خودش راضی کرد و مثبت 15 امتیاز گرفت. درست سرمربی از مسی راضی شده بود اما مسی از خودش راضی نبود. پس واسه خودش یه سری تمرینای جداگانه انجام داد که کاملا با تمرینای سرمربی متفاوت بود تا خودش رو قوی تر کنه. این ترم توی جدول هفتم شده بود، پس باید میرفت سراغ نفر چهارم. پس اونجایی که سرمربی
مربی از مسی راضی بود بدون اینکه تمدید کنه توی ترکیب فیکس قرار گرفت. مسی دوباره یه سری نکات رو به بازیکن‌ها گوشزد کرد و از سرجیو بوسکس خواست تا پاس‌های فرازمینی واسش بفرسته. آقا بیا بریم ماما شروع کن مادی رو بده برم احمق بده دیگه دارم زب در میزنم مردی که خرگم شو کنار بزن بیرون پارو بیرون بی پدر آجی چرا صفحه اینجوری میشه چرا رو صفحه داره یه سری اتفاقات میافته برو کنار شوت مسی وو مسی جان اینو دارم میرین فکری باید بکنیم خودمون 6 و 9 من گرفتم سرمربی فهمید شما گاوین آقا برو شما بده جلو نزن برادر برو کلا نبرو کلا نمره 7 واسه لیونل مسی برو کنار انگار منو نگیر انگل بده من برم آها پاس لیونل مسی همون مسی بعد شوت کنه توی دروازه چه گلی نهوی کمه گیر از سرمربی من مول کنی اینجا زمان مول کردن خب مول میکنی شما ارسال کن حالا بهت گفتم مول کنه ها آقا من سانتای خوبی بلدم بکشم مون تو اینا بلد نیستن هد بزن آقای سرمربی بیا سانت قشنگ گذاشت کشیده احمق هد میزنه مسی نیمه اول خیلی خوب کار کرد ولی برای صدر جدول باید بیشتر از اینا تلاش میکرد ببین مسی گرفتم اینتر میامی هم پوشیدم دیگه تو ببین من واسه هر کسی این کارو نمیکنم ببینیم اون برنامه کن بلد باید باشی بده پسو مردی که گم چرا اینجوری میدوه خیلی عجیبه مدل دویده واجی به من بد پاس میدی خدا شاهده من وگرنه میتونم به در از اینا واسه تون گل بزنم برو حرکت کن نفهم برو بیا نرو دیگه به درد نمیخوره بگیرش شوتش کن واسه گل بشه بوره بابای همه اینا آقای مسی شما شوت کن مستقیم بره تو گل بزن بره تو گل وو چره دروازه ارسال مسی میزنیم هدو یا نه نهونیمو گرفتم نمره نهونیم به من نده الان میشه به من ندی مرسی چقدرم زیبا شما فهمیدی حالا شوت مسی و گل دومه شماره 10 نمره 10 بابا نفهم تو نمیفهمی با انقدر نمیزی کوتاه نباید بگی رو سرش بازی دوم سه برش میبریم با دو گل لیونل مسی مسی از بردی که به دست آورده بود خوشحال بود و بهترین بازیکن زمین شده به خاطر همین موضوع مربی 15 تا به امتیازش اضافه کرد تا دوباره فیکس بشه مسی دوباره به همون تمرینات متفاوت خودش ادامه داد تا بتونه خودش رو در این مسیر بهتر بکنه و در نهایت رضایت مربی 100% شد اینتر میامی سومه و اگر که میخواد صدر جدول بشه باید حتما بازی که با این یعنی پنجم جدولی داره رو ببره مسی توی ترکیب فیکس بود پس رفتیم سراغ بازی مسی به جای سرجیو بوسکتس مهارت کاپیتانی خودش رو کرد تا تیم یک دست و متحد بشه مادی رو شروع میکنه لیونل مسی بده من برم شوت رو به اونور بده من احمق چقدر گاوی چرا انقدر دیر دادی بزن بره تو گل بار کلا مسی 8-4 رو از مربی میگیره ها شاد نگونه قشنگ چه انجام میده شاد نگونه خود مسی برو کنار ببینم از همینجا شوت مسی چه گولی زد مسی برو کنار بیار ارسال میکنم بگیرش شوتش کن بارک دارم میرم گوره خر پاس بده مرد که برو کنار ای وای می از اینجا یه ارسال بکنی میشه مرسی دقیقا تو سر مربی شما باید بری همیشه تیر دو خب بعد پاس بلند بهت بندازن و شما پاس اونجوری به برو کنار برو بیا بگیرش بزن شوت ها مسی فوق به ما شخصن بابا گل نخورین برو کنار وای نه نمیدم تو پول بتون بده خودم شوت بعدی تیر مستعدید بده اینجا نفهم میخوام ارسال بکنم بگیرش بزن هدر رو بزن فوک بازی سوم هم میبری لیونل مسی کاملا از خودش رضایت داشت چرا که تونست هم دو تا گل بزنه و تیمش رو ویروس کنه هم 10 امتیاز رو بگیره پس باز هم بهترین بازیکن زمین شد و سرمربی این بار 25 امتیاز بهش اضافه کرد چرا که هر سه هدف مربی رو انجام داد لیگ شروع شده بود و اینتر میامی پنجم بود و باید با تیمی بازی میکرد که 3 امتیاز داشت پس دوباره مسی تمرینای سخت خودش رو شبانه روزی انجام داد و به ترکیب فیکس رسید اینتر میامی اولی بازی توی لیگ مسابقه کرده بود مسی این انتظار رو از خودش داشت تا بتونه تیم رو با برد از این بازی خارج کنه چرا زمین اینجوریه بده اونور بده چپ مرتی که احمق الان گلو میخوری به خدا آها لیونل مسی اونجا توپو میگیره بازو میده خدا لیونل مسی حرکت میکنه اونجا پاس بعد بدم مسی نه حواست باشه وای برو تو پاش وای نیمه اولش کار نتونستیم بکنیم مسی داره میره ها پاس نده بهم فعلا پاس نده بهم
بده من پاس بده ندت برکلا از مسی یاد گرفتین شماها. بابا چرا این شماره نگاه خوره است؟ چرا پاس نمیدی تو؟ دقیقه 88 پاس میدادیم من یه گل میزدم. خب چی میشد مگه؟ نخور اینا دوستان عزیز. با اینکه مسی توی این بازی گل نزد ولی اینتر میامی این بازی رو برد و مسی از این خوشحال بود، اما سرمربی اصلا از مسی راضی نبود و ازش 25 تا پوینت کم کرد. اینتر میامی توی جدول دوم شد، اما مسی باز دوباره تمرینات شبانه روزی و سخت خودش رو انجام داد تا رضایت سرمربی رو جلب کنه. پس برای بازی بعدی هم فیکس قرار گرفت. مسی با بوسکتس رابطه خوبش رو ادامه داد چون راحت میتونست توپ رو از دفاع به حمله منتقل کنه. ولی واقعا تونست این بازی رو ببره؟ این زمین دریوری واسه ماه اینجوری شخم زدن. شوت کن مسی شوت بابا گمشین آیستان پدرتون رو در بیار. من از کورنر گل نزدم آقا یادیتور ولکن نیستم من. چرا زمین اینجوری آدم فکر میکنه اونجا خیسه؟ بس بلند برای لیونل مسی استوباش میکنه مسی همون شوت بیرون. آقا چرا علیکی چرا هی اینجوری چپ و راستو نگاه میکنه؟ چی شد مگه الان؟ های سرمربی هم مسی راضی نیست بد نگاش کرد. گمشو کنار برو تو کاتش شده مسی. برو بوسکس برو کنار شوت ها بزن مسی. بابا چرا هی تو اینجوری میکنی؟ یعنی چی؟ آقا بسانت هدر رو بزن اینا هدر رو بزن این خود شاده بد سانت کردی اگی ای بابا داریم بد بازی میکنی. مسی داره خیلی بد بازی میکنه، سرمربی ازش ناراضی میشه. برو بزن گلو بشوت پاس گل لیونل مسی. بده من بارکلا زمینی توی دروازه است لیونل مسی ماشاءالله. شماره 9 دمت کرد، پاس گل دادم، پاس گل دادی. بده خود مسی. ای واش نگیرش. پاس زیبای لیونل مسی، خود مسی داره حرکت میکنه اونجا، لب خطو داره میگیره با لیونل مسی. پاس برای لیونل مسی، رفتیم واسه ارسال سانتر مسی. یه هد میخوای؟ بده من احمق، بده من خوب بزنم مسی. هم من میخوام تو به طلا بگیرم. من مسی این بازی هم واسه اینتر میامی میبره و نمره 10 رو میگیره. حالا سرمربی ازش کاملا راضی شد و مسی بهترین بازیکن زمین، چرا که هر سه هدف سرمربی رو انجام داد و به این ترتیب اینتر میامی به صدر جدول MLS رسید. اما از اونجایی که این بار سرمربی از مسی راضی بود، برای بازی کاپ آمریکا تمرین نکرد و توی ترکیب فیکس بود. هوادارا با اومدن مسی شور و شیاق بیشتری داشتن و مسی باید به تیم گوشزد میکرد که به هیچ عنوان نباید از این کاپ حذف میشیم. چه تیم گوهیه دیگه ما جلوش بازی میکنیم؟ بابا رندتون میکنم. بده من برمش کنار. گمشو کنار حالا تیر دو مسی. آس بده اون کسافت، بده من برم. بارکلا برو کنار. حقیقت لیونل مسی رفت واسه تک متک شدن. لیونل مسی ارسالش میخواد کنه، چی شد؟ احساس میکنم اینجا گله دیگه، خدا شاهده. بابا بده بکن، نه تیره در موزه دو بار خورده تیر. برسون جلو، بره بده پسو، بده پسو، بده بزن مسی. وو آقا سان میکنم دوستان، آماده این دوستان آماده هستین شما؟ ارسال لیونل مسی میتونه هدر رو بزنه اونجا یا نه؟ برو مسی شدش کن، مسی شدش کن. گل این آقا 7-2 داده بهم. آقا منو کشید عقب به دست این سرمربی. برو کلا مسی. مسی بریم پاسو بده مسی، بزن توی گل. برو کلا نمیذاره چوب از زیر پایه، نمیذاره، کلا نمیذاره. نمیدونم چی داشتم زیر میذارم، چرا پاشون فقط معلومه اینجا. آقا خوشحالی حتما منشوری بوده، سانسور کردن. مسی نمره 9-4 رو گرفته فعلا. برو کنار نمیذارم برو کنار. بزن کات تو بده توی دروازه است لیونل مسی. نمره 10 از کجا گل زدم؟ شما لب خط مول کنی، خب لب خط که مول میکنی بعد فرار میکنی اونجا، میگی بهت پاس بدن مسی بزن مسی. فو حرکت کنی احمقا، بیا برو. خدایی همچی پاسی تو عمرت کسی بهت نداده، خاک توی اون سرت بیلیاقت. و تمام این بازی هم مسی اینتر میامی رو به برد میرسونه و باز هم بهترین بازیکن زمین شد. این بار هم به خاطر اینکه همه هدفای سرمربی انجام داده بود 25 امتیاز میگیره. الان چرا ناراضی شدی؟ نه جدی دارم میگم، اما صدر جدول یه امتیاز هم فاصله داری دیگه، ناراضی کر خر. بازی بعدی 1/4 کاپ امریکا بود، اما از اونجایی که سرمربی کاملا از مسی راضی نبود، شروع به یک سری از تمرینات شبانه روزی خودش کرد تا دوباره بتونه
رضایت کامل مربی به دست بیاره و خودشو آماده کاپ امریکا کنه. و با تمرینایی که انجام دادیم همه رو ای گرفتیم و سر مربی رو راضی کرد. همه هواداران اینتر میامی برای مسی به ورزشگاه آمده بودن و مسی باز دوباره تیم رو یک پارچه متحد کرد. واقعا چی در انتظار اینتر میامی بود؟ چه زمین مزخرفی این آقا ما رو آوردین در شأن و شخصیت مسی. آقا این زمین بگیرش آقا. بابا اول چه رو سر من میکشی؟ چه هدی دادم اونجا؟ آقا بده گلو نخوریم. برو بزن شوت تا پاس بوز. برو کنار ببینم. برو کنار بزن شوت ها مسی. دقیقه 80 بعد میرسیم و مسی همچنان گلی به ثمر نرسوند. وای مسی رو تعویض کرد. باورم نمیشه عجب احمقی هستی. 6 و 2 گرفتم. 2 دهم فقط امتیاز خودم گرفتم. یک هیچ بردیم مارکل. سرمربی کاملا از لیونل مسی ناراضی شده بود و زیر بار امتیازات مسی رو خورد کرد. پس مسی باید دنبال چاره می بود. پس دوباره مربی تمرینای سختشو به لیونل مسی داد و لیونل مسی مجبور بود که این تمریناتو به بهترین نحو انجام بده. پس سرمربی ازش راضی شد. اینتر میامی اومده بود دوم جدول با اختلاف یک امتیاز. پس حتما باید این بازی رو مقابل صدر جدول میبرد. مسی با تمام توان وارد شد تو دوباره تیم رو به روند قبلی برگردونه و صدر جدول رو تسخیر کنه. آقا ارسال کن شما. بارکلا بگیرش. بارکلا آقا مسی. برو بریم سان میکنم واسط. مسی ووش. مسی خان کجا داری میری؟ مسی ببین. بی پدر آجا اینا سگ قوی هن ها. حواسمون بهشون باشه ها. بابا بگیر اینو. مسی نمیذارم بره. را بنده منو. بابا بلندتر بده. 56 نمرم بابا. منو تعویض میکنن نیمه دوم اینجوری پیش بره. نیمه بعدش گوی نخوردیم. مسی افت کرده بود و نمیتونست گل بزنه. واقعا مشکل کجا بود؟ یا بزن گلش کن. نه بزن آقا بزن. ای سگ دوش. برو کنار. بزن گلش کن. بارکلا واسه گل لیونل مسی. نمیذاره اینتر میامی ببازه. آها نمره مسی 8-8 شد. از روی 6 اومد رو 8-8. گل نخورینا. ببین مساوی بکنیم صدر نمیریم ما. بگی مسی بریم. بعد بازیکن رو حرکت کنم. پاس لیونل مسی به سمت شماره دو میره. واسه ارسال کردم مسی تو ریمان ادخال اضافه بشه. نه آقا بیا بگیریم بزن این شوتر رو. اینو شوت کن بره تو گلا. ای بگی بزن گل چه گل وکیلی بارکلا چه پاس گلی مسی. نمره 10 میره. نه بعد بذاریم بره. بیاین کمک. نه آقا نخورینا. نه دروازه رو نفهم. سرمربی بهم میگه برو جلو اما واسه من دفاع کردن از دروازه مهمتر این چیزه. دقیقه 90 بازی میرسیم. لیونل مسی توی دفاع اضافه میشه واسه زدن سر روی ضربه آنها. نه وو بزن سوتو بزن برو کلا میبریم به صدر جدول برمیگردیم. مسی با درخشش تیم اینتر میامی به صدر جدول برگردوند. هم بهترین بازیکن زمین شد هم مربی 15 تا به امتیازاتش اضافه کرد. تدریم آقا 5 امتیازم جلوتری. بازی بعدی نیمه نهایی کاپ امریکا بود و از اونجایی که سر مربی از مسی رضایت کامل داشت مسی تمرین نکرد پس توی ترکیب فیکس شد. مسی تا میتونست به بچه های تیم انگیزه داد تا بتونن این بازی هم ببرن و به فینال کاپ راه پیدا کنن. بگیرش برو آقا پاسو بده احمق. آقا نا کنم باید کوتاه بکشم این احمقا بتونم بزنم. بگیریم بزنیم هدو بگی بزن توی در مادر چه پاسی. چه سانتی دوبره نوسه. خواهش میکنم سر بربی خواهش میکنم. آیا من یه گولم مسی بزنه عالی میشه دیگه. برو کنار بزن شوت از همون جا مسی. آقا برو کنار ببینم بابا از سر ران برت میدارم و یک شوت میتونه ما رو به گل برسونه. برو کنار میتونی بیا بگیرش. نمیتونی و این شوت. نه بزن شوت ها مسی. بیا برو قبشو نبیدم اینجا. حالا اینجا بگیاده یه رونالدو. برو کنار. نه باید بذاریم توپ بره. برو دیگه پاس دادم بهت. برو گمشو جب خریه یارو گمشو کنار. برو بزن گلو پاس گل بعدی منه. شماره 7 خاک توی اون سرت.
تو چارچوب هم نزد احمد و تمام سود به فینال رقابت ها به لیونل مسی و به خاطر گلی که زد و پاس گلی که داد بهترین بازیکن زمین شد و سرمربی ازش راضی بود. آقا شما این بازی خودتون بکنین، میگم این بازی ما این چه خبره. آقا سرمربی پیام داده به ما میگه گود نمیدونم فلان مسی وایس. من از آنچه اخیرا وایس شب بخیر لیونل، من از آنچه اخیرا از شما دیدم واقعا ناامید شدم. مطمئن نیستم در حال حاضر میتونم روی تو به عنوان عضوی از تیم حساب کنم. اصلا مهم نیست که در ترکیب اصلی قرارت بدم، اگر میخوای جایگاه خودت رو به دست بیاری نیاز دارن در هر جلسه تمرین بهترین حالت خودت باشی و اکنون به شما بستگی دارد. با احترام مدیر اینتر میامی. از اونجایی که سرمربی نمک نشناستر از این داستانا بود، مسی باز دوباره تلاش های شبانه روزی خودش رو شروع کرد تا شاید سرمربی احمق ازش راضی شد. چه عجب راضی شدی ازش، چه خوب. الان حالا مسی به فینال هاپ امریکا رسیده بود در مقابل AFC و در ترکیب مثل همیشه حاضر و آماده بود. مسی با انگیزه تر از همیشه، با سری بالا و امید به آینده رفت برای فینال. برو بریم مسی، مسی برو بریم، مسی برو بریم. پاسو بده، پاسو بده، بزن بزن شد هرو. ای خدا بود. دوستان بزنید، دوستان 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 دوستان. برو کنار، برو کنار، برو کنار، برو کنار. به شوت مسی، نه توی دروازه است. برو کلا نمره 9 همون اول. بی پدر بده من بگیر ازش. برو کلا مسی، بی پدر بزنمش، بگی ازش، بگی ازش. برو کلا مسی، بیا بگیرش. برو بده اونور، بابا بده اونور. بده من، بده بده سگ احمق گاو و نگاه کن. حاصل لیونل مسی بدون اینکه به جایی نگاه بکنه بعد برن به سمت گوشه، باید ببرن به سمت گوشه به مسی. مسی نگرش داشته. برو برو نمیم چه غلطی میکنی ها، برو نمیم چه کار میکنی ها. به شوته برو، نگردار نگردار توپا نگردار. ارسال کن مردی که، ارسال کن. برگردین آقا برگردین. سرمربی که خاطر غلط اضافه میکنه به من داره میگه بیاد برو جلو. وایس همینجا. تمام اینتر میامی کاپ امریکا رو به دست میاره. مسی اینتر میامی رو به برد در لیگ امریکا رسوند تا اینتر میامی اولین افتخارش رو با لیونل مسی کسب میکنه. قوی ترین تیم امریکا میشه با لیونل مسی. به به، کاپ اومد به خونه مسی نمون. اما اینتر میامی برای قهرمانی توی لیگ به یک برد دیگه نیاز داشت و اگر این بازی رو میباخت نفر دوم قهرمان میشد. مسی دوباره تلاش های شبانه روزی خودش رو انجام داد در تمرین ها تا بتونه در آماده ترین نسخه خودش آخرین بازی رو جشن بگیره. از قبل از شروع بازی خیلی تاکید داشت که تیم دفاعی کار کنه چون با یک مساوی هم قهرمان میشدیم. آمار کلا بگیر بگیر بگیرش. اوه اوه او خطا نشد. بزنم لیونل مسی میرسه اونجا توپ رو کنترل میکنه، میره واسه یه پاور شات از همونجا. بگیرش، بگی برو ارسال کن، بگی برو ارسال کن، بگی برو ارسال. مسی ضربه است. بابا چرا رو سر من اصلا نگفتم پاس بده بهت. اوه اوه آقا برو کنار. نه گن زدیم نیمه اول. بگی برو بگیرش. آخ خراب نکنید آقا، تیک تاک شما حالیتون نیست اصلا. با حواستون باشه آقا 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 آقا، گل خوردیم. بگی برو، بگی برو، تو رو خدا برو یه کاری بکن، برو یه کاری بکن اونجا. چه بخری یارو اصلا. برس گل، برو کلا، برو کلا مساوی. برو کنار آقا، نمیذاره من برم. به شوت مسی فوک. آقا بزن این گل چه، بزن این گل چه، قشنگ کشیدم خدا شاهده. برو کنار، برو کنار ببینم. بزن 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 برای تو گل فوک. آی مساوی کردیم، قهرمان نشدیم فکر کنم. خیلی تلاش کردم من. بابا چرا من ناراضی میشی آخه، من نمیفهمم. سرد جدولیم که هنوز خوب چیزی نشد که. و لیونل مسی با 34 تا بازی، یعنی یه بازی کمتر از نفر دوم و 21 گل، آقای گل شد و قهرمان لیگ و کاپ آمریکا.